هج ترسنست افتار بکن. الله سبحانه و تعالی ترس و تنگی ها را از بندگانش برداشته است و در بسیار از احکام ها به آنها آن را به سبب عذرهایی که به آن روبرو می شوند سبک گردانیده است و از آنها روزه می باشد که اگر شخص در روز رمضان فراموش خاطرانه چیزی بخورد هج باکی ندارد، روزه اش درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که روزه دار بود و از روی فراموشی چیزی بخورد پس روزه خود را دوام بدهد، زیرا الله سبحانه و تعالی او را طعام و شراب داده است. شخصی که به سبب کسل بودن از روزه داشتن عاجزی کشد و کسلی از او دور نگردد، یا به سبب کلانسال بودنش روزداری برای او مشقت باشد و به مثل اینها این گونه شخصان افطار بکنند و به هر روز آن بر مسکین طعام بدهند. و هر زنی که حیض و یا نفاس می باشد بر او واجب است که افطار بکند و هم زنی حامله و زنی که کودک شیرخور دارد خوردن روزه اجازت است. و اینچنین به شخص مسافری که نمازش را قصر ادا میکند جایز است که افطار بکند و به همه آنها واجب است که قضای آن را بعد ماه رمضان باید بدارند. و بیماران در روزداری برایشان سه احوال است. یکم، اگر روزه داشتن به آنها مشقت و ضرری نداشته باشد پس روزه داشتن به آنها فرض است. دوم، اگر روزه داشتن به آنها مشقت باشد ولی یگان ضرری نباشد پس او را به روزه‌داری باید مجبور کرده شود. سوم، اگر روزه داشتن در حقیقت به او ضرر می آورد پس روزه داشتن بر او حرام است.